به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. رستم و اسفندیار به روایت حسین فتاحی به تصویرگری آقای محمد رضا دادگر از مجموعه قصه های تصویری از شاهنامه. روزی روزگاری در زمانهای قدیم پهلوانی بود به نام اسفندیار. اسفندیار پهلوانی شجاع و رویین تن بود، یعنی هیچ سلاحی تنش را زخمی نمی کرد. اگر شمشیر به بدنش می خورد تن او زخمی نمی شد. اگر تیری به او می خورد تیر در بدنش فرو نمی رفت. به همین خاطر اسفندیار در همه جنگ ها پیروز می شد و با هر پهلوانی که می جنگید او را شکست می داد. اسم پدر اسفندیار گشتاسب بود. گشتاسب شاه ایران بود، اما به پسرش حسودی می کرد، چون می دید که مردم ایران اسفندیار را بیشتر از او دوست دارند. می دید که بزرگان کشور و پهلوان ها به اسفندیار احترام می گذارند. شاه می ترسید که پسرش به جای او بر تخت شاهی بنشیند و شاه ایران شود. به همین خاطر گشتاسب همیشه پسرش را دنبال کارهای خطرناک می فرستاد. همیشه سعی می کرد اسفندیار در صحرا و بیابان در حال جنگ باشد. دلش می خواست هر طور شده پسرش در جنگ کشته شود و نتواند جای او را بگیرد. روزی از روزها که اسفندیار از جنگ با دشمنان ایران برگشته بود، خوشحال پیش پدرش رفت تا خبر پیروزی خود را به او بدهد. در تالار مخصوص کاخ شاه روی تخت نشسته بود. وزیرها و حکیمها و پهلوانها هم روی زمین نشسته بودند. شاه رو به اسفندیار کرد و گفت: فرزندم، همه می دانند که تو شجاع‌ترین پهلوان ایرانی. تو همه دشمنان ایران را از بین برده ای، اما هنوز یک نفر هست که به حرف ما گوش نمی دهد و خودش را بهتر از همه می داند. باید بروی و او را دست بسته به کاخ من بیاوری. اسفندیار پرسید: چه کسی را؟ شاه گفت: رستم را. اسفندیار گفت: رستم که پهلوان ایران است، او که همیشه با دشمنان ایران جنگیده. مردم ایران رستم را دوست دارند، چطور به جنگ او بروم؟ مردم ایران درباره من چه میگویند؟ شاه گفت: همین که گفتم، اگر میخواهی بعد از من بر تخت شاهی بنشینی باید این کار را بکنی. قسم میخورم که اگر رستم را به اینجا بیاوری فوری تاج و تخت شاهی را به تو بدهم. اسفندیار گفت: پدر جان، این کار درستی نیست. شاه گفت: اگر میخواهی تاج شاهی را بر سر بگذاری باید این کار را بکنی. اسفندیار ناراحت از کاخ شاه بیرون رفت. در راه مادرش کتایون را دید. کتایون به پسرش گفت: شنیدم پدرت میخواهد به جنگ رستم بروی. اسفندیار گفت: بله مادر. کتایون گفت: به حرف پدرت گوش نکن، چطور میخواهی به جنگ پهلوانی بروی که مثل شیر قوی است؟ خودت که بهتر از من او را می شناسی. اسفندیار گفت: پدرم گفته است اگر تاج و تختی می خواهم باید این کار را انجام دهم. کتایون گفت: پدرت پیر است، مردم ایران همگی چشم امید به تو دارند، خودت را به خطر نینداز. اگر به جنگ رستم بروی جانت را از دست می دهی. اسفندیار گفت: راست می گویی، به جنگ رستم نمی روم. می روم و از او خواهش می کنم که خودش را دستش را ببندد و همراه من به اینجا بیاید. همان روز اسفندیار با تعداد زیادی از سربازهایش به طرف زابلستان رفت. وقتی به رودخانه هیرمند رسید ایستادند و چادرها را برپا کردند تا استراحت کند. اسفندیار به سربازهایش گفت: شاه گفته است که دست رستم را ببندم و او را به همراه خود ببرم، ولی من این کار را نمی کنم. حالا یک نفر را پیش رستم می فرستم و به او پیغام می دهم تا به اینجا بیاید. اسفندیار پسرش بهمن را صدا کرد و گفت: نزد رستم برو و سلام مرا به او برسان و بگو تو پهلوان ایرانی، چرا به دربار شاه نمی آیی؟ ما آمده ایم تا با ادب و احترام تو را به آنجا ببریم. بهمن سوار بر اسب شد و راه افتاد
و از مردم آن سرزمین سراغ رستم را گرفت. گفتند که رستم به شکار رفته است. بهمن گفت مرا به شکارگاه ببرید. وقتی بهمن به شکارگاه رسید و رستم را دید تعجب کرد و با خود گفت چه پهلوان قوی هیکلی، تا امروز هیچ کس را مثل او ندیدم. اگر پدرم با او به جنگت حتما شکست می‌خورد. رستم جلو آمد. بهمن سلام کرد و پیغام اسفندیار را به او گفت. رستم فوری به راه افتاد و همراه بهمن رفت. اسفندیار با دیدن رستم خوشحال شد. او را بغل گرفت و و صورت او را بوسید و گفت ای پهلوان، پدرم گشتاسب دستور داده است که تو را بگیرم و دستت را ببندم و نزد او ببرم. اما من این کار را نمی کنم. می خواهم خودت دستت را ببندی و همراه من بیایی. قول می دهم که هیچ کس به تو آسیبی نرساند. رستم گفت این حرف را نزن. تا زنده ام هیچ کس نمی تواند دست مرا ببندد. من بیشتر از 600 سال زندگی کردم و هنوز از کسی شکست نخوردم. اسفندیار گفت ولی من اسفندیار روین تنم. هیچ شمشیر و تیری تن مرا زخمی نمی کند. رستم گفت ای جوان، بدان که پدرت تو را از کشور دور کرده تا به دست من کشته شوی. از تو می ترسد. نمی خواهد به جای او بر تخت بنشینی. عاقل باش و از خدا بترس. اسفندیار گفت من گول حرفهای تو را نمی خورم. حتما از این که با من به جنگی می ترسی. رستم گفت حالا که نمی خواهی درست فکر کنی، فردا با هم می جنگیم. آن وقت می بینی که پهلوانی یعنی چه. صبح روز بعد هر دو پهلوان به میدان جنگ آمدند. اول با نیزه جنگیدند. نیزه هایشان شکست. بعد با گرز به هم حمله کردند. دسته ی گرز ها هم شکست. بعد از آن هر دو تیر و کمان به دست گرفتند و به یکدیگر تیر زدند. تیرهای رستم در تن اسفندیار فرو نرفت، اما تیرهای اسفندیار تن رستم را زخمی کرد. رستم که دید جانش در خطر است، از کوه بالا رفت و کسی را دنبال پدرش زال فرستاد و از او کمک خواست. زال آمد و رستم را با خود به خانه برد. موقع رفتن رستم به اسفندیار گفت فردا باز به میدان می آید. زال رستم را به خانه برد و گفت در این کار باید از سیمرغ کمک بگیریم. زال بالای کوه رفت و آتش روشن کرد و پر سیمرغ را سوزاند. یک ساعت بعد سیمرغ پیش زال آمد و پرسید چه شده؟ زال ماجرای رستم و اسفندیار را گفت. سیمرغ نزد رستم رفت. با منقارش تیرها را از تن رستم بیرون کشید و پر خود را به زخم‌ها مالید. زخم‌های تن او فوری خوب شدند. بعد به رستم گفت مگر نمی‌دانستی که اسفندیار روی این تن است و تیر و شمشیر تن او را زخمی نمی‌کند؟ رستم گفت چاره ای نداشتم. سیمرغ گفت حالا من چاره کار را به تو میگویم. سیمرغ رستم را به کنار دریا برد و درخت گزی را به او نشان داد و گفت از این درخت شاخه ای ببر. بعد سه تا از پرهای مرا به این سر آن ببند. به سر دیگر چوب هم دو تیر محکم کن. فردا وقتی به میدان می روی، اول از اسفندیار بخواه که دست از جنگ بردارد. اگر چند بار گفتی و گوش نکرد، با این تیر به چشمانش بزن. اسفندیار روی این تن است، اما تیر در چشمهایش فرو می رود. سیمرغ پرید و رفت. رستم به خانه برگشت. روز بعد وقتی خورشید در آسمان بالا آمد، رستم سوار بر اسب به میدان رفت. اسفندیار با دیدن او تعجب کرد چون رستم سالم و سرحال بود. اسفندیار گفت چطور با آن همه زخم زنده و سالم ماندی؟ رستم گفت ای پهلوان، از خدا بترس و دست از جنگ بردار. کمی فکر کن، من امروز برای جنگ با تو نیامدم. آمده ام تو را نصیحت کنم. تو را به خدا قسم می دهم به خودت رحم کن و برگرد. اسفندیار خندید و گفت میبینم که ترسیده ای. اگر میخواهی زنده بمانی فوری دستهایت را ببند و همراه من به کاخ گشتاسب بیا. رستم که دید حرفهایش در اسفندیار اثر نمی کند، تیر را در کمان گذاشت
رو به آسمان کرد و گفت ای خدای بزرگ، تو میبینی که اسفندیار میخواهد بجنگد و نمیخواهد آشتی کند. بدان که من بیگناهم. رستم این را گفت و تیر را رها کرد. تیر در چشمهای اسفندیار فرو رفت. در یک لحظه دنیا پیش چشمان اسفندیار سیاه شد و از اسب به زمین افتاد. رستم گفت دیدی چقدر مغرور بودی؟ تو بودی که می گفتی تیر و شمشیر به تن من فرو نمی رود. من دیروز 8 تیر در بدنم فرو رفت، اما تو با یک تیر به زمین افتادی. اسفندیار بیگوش شد. پسر اسفندیار و دیگر پهلوانها کنار اسفندیار آمدند. با دیدن پیکر زخمی او ناله کردند و گریستند. بهمن گفت دیدی پدر، گفتم که با رستم جنگ نکن، گوش نکردی. اسفندیار گفت گریه نکن، گناه از من بود، شاید هم سرنوشت من این بود که به دست رستم کشته شوم. رستم که کنار اسفندیار ایستاده بود نشست، دست اسفندیار را در دستش گرفت و گریه کرد. اسفندیار گفت ای پهلوان، من از تو شکایتی ندارم، تو گناهی نداری، گناهکار اصلی پدرم است. او مرا فرستاد تا به دست تو کشته شوم. حالا از تو خواهشی دارم. بهمن پسر من و تنها یادگار من است. از تو میخواهم که او را با خود به زابلستان ببری و راه و رسم پهلوانی را به او یاد دهی. رستم قول داد و قسم خورد که این کار را بکند. بعد از آن اسفندیار به برادرش گفت این سربازها را بردار و برگرد پیش پدر. به او بگو خوشحال باش. اسفندیار کشته شد و تو به آرزویت رسیدی. ولی بدان که در این دنیا وقتی نزد پروردگار می رویم من از تو شکایت خواهم کرد. رستم بهمن را همراه خود به زابلستان برد و راه و رسم کشورداری و پهلوانی را به او یاد داد. چند سال گذشت. گشتاسپ از کار خود پشیمان شد. او دیگر فهمیده بود که اشتباه کرده است. نامه ای به رستم نوشت و به او گفت می دانم که بهمن پیش توست. از تو ممنونم که او را نزد خود نگه داشته ای و راه و رسم پهلوانی و کشورداری را به او آموخته ای. اما بدان که او نوه من است و من او را مثل چشمان خودم دوست دارم. از تو می خواهم او را نزد من بفرستی، چون می خواهم بعد از من بهمن که مثل پدرش پهلوان شجاعی است به تخت شاهی بنشیند. رستم این خبر را به بهمن گفت و او هم خوشحال شد. رستم لباس گرانبهایی به تن بهمن پوشاند، اسبی تند رو به او داد و چند پهلوان همراه او کرد تا در راه تنها نباشد. وقتی بهمن به کاخ رسید، گشتاسپ از دیدنش خوشحال شد. او را در بغل گرفت و سر و صورتش را بوسید. بعد به وزیر خود گفت از این به بعد بهمن شاه ایران است. همه از او اطاعت کنید و کلید خزانه و گنج‌های شاهی را به او بسپارید. وزیر کلید خزانه را به بهمن داد و به او گفت فرزندم، حال که به جای پدر بزرگت بر تخت شاهی می نشینی، سعی کن دادگر و مهربان باشی. سعی کن شجاع و پهلوان باشی، مثل پدرت. همیشه با بزرگان و دانشمندان مشورت کن و در کارها از آنها کمک بخواه. آتمهای بد و دروغگو را به کاخ راه نده و با آنها مشورت نکن که تو را گمراه می کنند. بهمن قول داد که این کارها را بکند. چند روز بعد از آن که بهمن پادشاه شد، گشتاسپ نیز از دنیا رفت. برای شنیدن داستانهای بیشتر در کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید. همچنین می تونید با دنبال کردن پیج ما در فیسبوک به نام ستوری تایم این فارسی با ما در ارتباط باشید. تا روز دیگر و برنامه دیگر.